نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، سرنوشت نجیب در انتظار غنی است. درگیری در 12 ولایت، 186 جنگجوی طالبان کشته شدند. برام خداوند بخشنده و مهربان بابا تقدیم سلام. برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک کنید. درگیری در 12 ولایت، 186 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در نتیجه عملیات نیروهای ارتش در 8 ولایت کشور 186 جنگجوی طالبان کشته و 94 تن دیگرشان زخمی شدند. همزمان گزارش‌ها از ادامه درگیری میان دولت و طالبان در 12 ولایت کشور حکایت دارد. وزارت دفاع چهارشنبه 5 جوزا در اعلامیه گفته است که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در ولایت‌های نورستان، لغمان، لوگر، میدان وردک، زابل، اروزگان، هرات، بلخ، جوزجان، هلمند، بدخشان و تخار کشته و زخمی شدند. این وزارت افزوده است که در این عملیات مقدار زیاد از اسلحه و مهمات جنگیان طالبان تخریب شده است. به گفته وزارت دفاع در این عملیات 28 ماین جاسازی شده طالبان در مناطق مختلف کشور کشف و خونسا شده است. گروه طالبان تا اکنون در این زمینه چیز نگفتند. این در حال است که در ماهای اخیر حملات جنگجویان طالبان در ولایت مختلف کشور افزایش یافته است. طی ماهای اخیر چند ولسوالی و چندین پاسگاه نیروهای دولتی در ولایت‌های مختلف کشور به دست طالبان سقوط کرده است. بنون سوان، سرنوشت نجیب در انتظار غنی است. نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان و پاکستان در اواخر دولت نجیب و اوایل به قدرت رسیدن مجاهدین میگوید که اشرف غنی رئیس جمهوری سرنوشت مشابه نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان خواهد داشت و توسط امریکا تنها گذاشته می شود. نماینده سابق سازمان ملل متحد در امور افغانستان و پاکستان در گفتگو با رسانه ها گفته است که نجیب الله رئیس جمهوری سابق افغانستان در اواخر حکومت خود از سوی روسیه تنها گذاشته شد و اشرف غنی هم از سوی امریکا در انزوا قرار گرفت. او افزوده است که امریکا افغانستان را تنها خواهد گذاشت و سرنوشت اشرف غنی نیز مثل نجیب الله خواهد بود. او که در سالهای 1990 میان دولت دکتر نجیب الله و مجاهدین برای صلح میانجیگری میکرد همچنین گفته است که دولت کنونی از سوی کسانی که حمایت میشد رها شده است. به گفته او با توجه به گفتگوهای صلح دولت در عایشه قرار گرفته و تنها نظارهگر واقع است. او افزوده است که صلح باید توسط خود مردم افغانستان صورت بگیرد و نمیتواند از خارج بر افغانستان تحمیل شود. این در حال است که روند گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت و طالبان همچنان متوقف است. قرار بود نشست در استانبول در 24 اپریل برگزار شود، اما مقامات ترکیه اعلام کردند که این نشست به دلیل عدم تمایل طالبان برای شرکت در این نشست به تأخیر افتاده است. شرط طالبان برای نشست استانبول: از 3 روز پیشتر نباشد درباره مسائل کلیدی تصمیم گرفته نشود. گروه طالبان اعلام کرده است که نمایندگان این گروه در صورت در نشست استانبول اشتراک می کنند که این نشست از 3 روز پیشتر نبوده و آجندای هم شامل تصمیم گیری درباره موضوعات مهم نباشد. یک مقام ارشد گروه طالبان در گفتگو با صدای امریکا گفته است رهبری ما پیشنهاد کرده که نشست استانبول نباید از 3 روز طولانی تر باشد. این شرط گروه طالبان را یک مقام دیگری این گروه نیز تایید کرده و گفته است که نمایندگان این گروه تنها با این شرایط به نشست استانبول اشتراک خواهند کرد. این دست از اعضای طالبان همچنان گفتند که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نبودند، اما پس از درخواست کشورهای پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذشتن برخی شرایط در این نشست اشتراک کنند. این عضو طالبان در مورد آیت این گروه در نشست استانبول چیز نگفته، اما تاکید کرده که رهبری این گروه نمیخواد نشست استانبول به تصمیم گیری بزرگ مبدل شود و با آجندای مشخص در این نشست مخالفت دارد. این عضو طالبان گفته است که این گروه در حال حاضر آتش بس اعلام نخواهد کرد و به گفته او در گفتگوهای صلح نیز در مورد برقراری آتش بس تصمیم گرفتن نخواهد شد. این در حال است که قرار بود نشست صلح استانبول در 24 اپریل در ترکیه برگزار شود، اما مقامات ترکیه اعلام کردند که این نشست تا بعد از عید سعید فطر به تأخیر افتاده است. تا اکنون زمان مشخص برگزاری این نشست روشن نیست. پیش از این گروه طالبان اعلام کرده بود که جزئیات نشست استانبول با آنان در میان گذاشته نشده و به همین دلیل در آن اشتراک نمی کنند.
سریال سقوط، این بحران جدی است. علی موسوی، خبرگزاری افاق. خبر سقوط مناطق راهبردی و استراتژی کشور دیگر یک اتفاق نادر است که هرچند یک بار رخ دهد و دولت با راه‌اندازی یک عملیات نظامی به سرعت مناطق از رفته را باز پس بگیرد، این رویداد است که تقریبا هر روز تکرار می شود. ولسوالی برکه و شهر کونه، ولسوالی بغلان مرکزی، ولسوالی نرخ میدان وردک، ولسوالی دولتچای لغمان، ولسوالی جلدیز میدان وردک و ولسوالی المار فاریاب از مناطق هستند که ظرف همین چند روز اخیر به دست طالبان افتادند. در این میان دولت مرکزی همچنان با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند، سعی میکنند وضعیت را هادی و خود را مسلط بر شرایط نشان دهد. آیا در حمل همین گونه است؟ در اینکه نیروهای امنیتی با تمام توان در برابر موج سنگین حملات طالبان مقاومت و مبارزه میکنند شکی نیست. این استادگی قابل تحسین است و باید برای پایداری و قدرت نیروهای امنیتی از این نیروها به طور همه‌جانبه حمایت شود. اما این حمایت نمیتواند صرف تبلیغاتی باشد. در اکثر موارد مناطقی که سقوط میکند روزها و حتی ماها در محاصره طالبان باقی میماند. نیروهای امنیتی مستقر در این مناطق یا کشته و یا زخمی میشوند و یا به صورت گروهی به اسیر طالبان در میآیند. این در حال است که منابع محلی همواره به خبرگزاری افاق میگویند که به درخواست های مکرر این نیروها برای ارسال نیروهای کمکی، تجهیزات نظامی، حمایت هوایی و تا آب و نان هیچ اعتنایی نمی شود. این نگران کننده است، زیرا در صورت درستی این مدعا یکی از این دو موضوع واقعیت خواهد داشت: یا دولت مرکزی و اداره محلی قادر به حمایت از نیروهای امنیتی و حفظ مناطق تحت کنترل دولت نیستند و یا توانایی وجود دارد اما اراده برای ایستادگی و مقاومت نیست. در هر دو صورت وضعیت حاد و بحرانی است. در صورت اول این خطر وجود دارد که دولت با اولویت بندی مناطق تحت سلطه خود تمام قدرت خیش را بر حفظ مناطق متمرکز کند که حیات و بقای کل نظام با آن وابسته است. بر این اساس ممکن است بخشای زیاد از خاک کشور به مرور تحت کنترل طالبان قرار بگیرد و سقوط کند. در صورت دوم اما وضعیت پیچیده تر می شود، زیرا فروپاشی کامل زمان فرا می رسد که نیروهای امنیتی و فرماندهان نظامی اعتقاد و وفاداری خود را به دولت مرکزی از دست بدهند و حفظ نظام و اقتدار دولت برای آنها اولویت نداشته باشد. سقوط رژیم های سیاسی گذشته نیز با توجه به تحقق صورت دوم رقم خورده است. در صورت اول شاید با محل های کردن امنیت، بسیج مردم و تجمع و تمرکز قوا به توان جلو فروپاشی بزرگ را گرفت، اما در صورت دوم این امر امکان پذیر نیست. اشرف غنی رئیس جمهوری اخیراً در گفتگو با یک رسانه غربی به نکته بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که وقتی افراد تصور کنند که دولت رفتنی است، سعی میکنند هرچی بیشتر به یغما ببرند، یعنی به نقل از مضمون.